اولین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوایی و تجهیزات فرودگاهی، نمایشگاهی با حضور 70 شرکت ایرانی و 10 کشور خارجی. بهترین پاسخ به مصوبه روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا همین نمایشگاه است. این نمایشگاه به معنی اتکا بر توانمندی‌های ملی است. این نمایشگاه قرار است به مرکزی برای هم‌افزایی توانمندی شرکت‌های ایرانی بدل بشه. شرکت‌هایی که هر کدوم تلاش کردند فناوری پیچیده هوایی رو بومی کنند و البته موفق هم بودند. دارای زیرساخت‌های طراحی هستیم و این نقطه بسیار ارزشمند است که توی این کشور هستش. یعنی امروز ما ساختارهایی داریم که میتونن هواپیما رو طراحی بکنن. جز یکی از مهمترین مطالبات ما از بازارهای جهانی وقتی که بازار 80 میلیونی ایران و 200 چند میلیونی اطراف در اختیار اون قرار میدیم این است که بتونیم در زمینه انتقال تکنولوژی ها و فناوری های روز خصوصا در صنایع پیشرفته نظیر فضا از امکانات بین‌المللی بهره مند بشیم. صنعت هوایی جزو پیچیده‌ترین فناوری‌های جهان به شمار میره. با این وجود نزدیک به 4 دهه تحریم منجر به رشد این صنعت در کشور شده. الان هیچ کاری توی بحث‌های نصب و نگهداری و راه اندازی نیست که توسط کشور دیگه انجام بشه. همه رو خودمون داریم انجام بدیم. حتی این توانایی رو داریم که فروش خدمات مهندسی به سایر کشورهای منطقه هم داشته باشیم. ما یکی از این کشورهایی هستیم که در حال حاضر سیمیلاتور میسازیم و در همین نمایشگاه پرزنت خواهیم کرد و میتوانیم هم این تکنولوژی به جاهای دیگه کشورهایی که نمیتونن این هوا رو بسازن میتونیم منتقل بکنیم. نمایشگاه تا 26 شهریور دایره و از ساعت 10 تا 18 آماده بازدید علاقمندان و کارشناسان. ناوگان هوایی کشورمون با داشتن بیش از 300 فروند هواپیمای مسافربری سالانه ظرفیت جابجایی بیش از 80 میلیون مسافر رو داره که البته بین 35 تا 40 درصد این ظرفیت خالی هست. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.